سنا و دین است. ولی در بین از یا ایناله باید کسی با تعقل و با شعور پیدا شود که دین یعنی راه درست را انتخاب کنه، راهی که الله را پسندیده، راه درست. قرآن میگه که و ما یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه، یگانه راهی که مورد قبول الله است، یگانه دینی که مورد قبول الله است او اسلام است. ایناله ادیان زیاد است در کره، در روی کره زمین ایتو کسی پیدا نمیشه که معتقد به دین نباشه. حتما دین داره. یک از درخت پرستش میکنه، یک از آفتاب پرستش میکنه، یک از بت پرستش میکنه، یک کسی است که خالقی که تمام اینمی کائنات پیدا کرده، از آدم پیدا کرده، انسان پیدا کرده، بتش پیدا کرده، آفتاب پیدا کرده، بر انسان مسخر کرده، او را پرستش میکنه. اینمی راه حق است. اینمی را میگن اسلام. دین اسلام را از روی عملکرد یک ملاهی مسجد و یا یک رش سفید منطقه و یا عالم قریه و یا یک فرد نمازخوان قبول نکنیم و از آن رو مسلمان نباید باشیم. بلکه با خواندن کتاب مقدس قرآن مجید و تفکر کردن و تفسیر آن و با خواندن نماز با خالق خیش و گفتگو بنشینیم. فانگاه خواهیم دانست که دین اسلام واقعا ناجی عالم بشریت است، یک ناظر حقوق بشر است و یک دموکراسی و آزادی است. مسلمانی ما بر پایه عقل انسانی ما استوار است، یعنی آنچه بر عقل ما حاکمیت داره او دین ما بوده و ما متاثر از وحی الهی هستم. وحی را با عقل خود پذیرفتیم و بنان به مسلمانی خیش این گونه افتخار میکنم.